سلام و درود بر شما که همراهی میکنید ما رو در این برنامه ورزشی تلویزیون ایران فردا. بدرود با دختر آبی سحر خدایاری که مرگ او، مرگ ناگهانی و فجیع او، تراژدی او دنیا رو تکان داده و شرمساری برای رژیم ملاها. درود بر سعید ملایی که جودوکای ایرانی که حاضر نشد سیاست جمهوری اسلامی رو اطاعت بکنه و برحال امروز مصاحبه از او در رادیو تلویزیون دولتی فرانسه یعنی فرانس انفو پخش شد که در اونجا گفت من میتونستم الان قهرمان جهان باشم اما به خاطر سیاست رژیم و اینکه از تهران به من دستور دادن که به باز برحال کنار رفتم. او با پرچم ایران، نه با پرچم پناهندگان در المپیک 2020 توکیو حاضر خواهد بود. واکنش های جهانی به خودسوزی دختر آبی و مرگ او واقعا همه را تکون داده. سحر خدایاری که به دلیل عشقش به باشگاه استقلال به ورزشگاه آزادی رفت با قیافه مردونه اما شناسایی شد و مورد توهین و آزار قرار گرفت. در دادگاه رژیم به او گفتن که 6 ماه زندان در انتظار اوست و او مقابل دادگاه خودش رو با آتش کشید. جسد سحر خدایاری رو به خانوادش تحویل ندادن، او رو پنهانی به خاک سپردن. 3 روز بعد اعلام کردن که او درگذشته. به هر حال روزنامه 20 دقیقه فرانسه نوشت دختر آبی تا زمان مرگ برای حقوق خود جنگید. تلویزیون سراسری فرانسه 24 این پرسش رو مطرح کرد که چرا بازیکنان ایرانی اعتصاب نمی کنن؟ این یه فاجعه بزرگی بوده. شما نگاه بکنید در تونس یک دستفروش خودسوزی کرد، بساط یک حکومت دیکتاتوری به هم ریخته شد. به هر حال بسیاری از کاربرا خواستن که مردمی که به مسابقات بدون زنان میرن این مسابقات بی ارزش رو تحریم میکنن. به هر حال همونطور که گفتم خیلی واکنش های زیادی داشته. برای پهلوی در پیامی به مناسبت خودسوزی دختر آبی نوشت که در گذشت دختر آبی نماد سوختن آرزوهای نیمی از جمعیت ایرانه. کاربران فرانسوی پرسیدن آیا فیفا این اتفاقها رو که در فوتبال ایران میفته میدونه؟ آیا چه برخوردی با این فوتبال خواهد کرد؟ دنیا ایران رو چطور نگاه میکنه؟ برحال در حال حاضر 6 زن ایرانی که برای ورود به ورزشگاه آزادی تلاش کرده بودند در زندان قرچک ورامین زندانی هستند. سبا کمالی هنرمند سینما ایران بازداشت شد به خاطر اینکه یک برحال در انستاگرام و توییترش نوشته بود که حسین از اون میپرسه که دختر آبی کیه؟ امام حسین. سبا کمالی میگه که بدون که او از تو مظلوم تره. برحال خبرگزاری فارس این جمله رو توهین به ساحت امام حسین دونسته و سبا کمالی بازداشت شد. اما همونطور که گفتم سعید ملایی با کنار رفتن خودش باعث شد که ورزشکار اسرائیلی در بالاترین نقطه قرار بگیره، مدال طلا بگیره و برحال اسرائیلی ها از این لحاظ خیلی خوشحال بودن. و تدی راینر پشتیبانی خودش رو از سعید مولایی اعلام کرد و گفت او در جام جهانی در قهرمانی جهان توکیو جنگید تا سیاست رژیم رو نشون بده که نباید با ورزشکاران اسرائیلی روبرو بشن. اما فدراسیون جهانی جودو تصمیم گرفته هم سعید مولایی هم ورزشکار اسرائیلی رو هر دوشون رو به جام جهانی یعنی قهرمانی جهان آینده جودو دعوت بکنه. و مانوک خدابخشیان یکی از چهره‌های پر افتخار رسانه‌ای دوست عزیز ما که به هر حال شنیدید براتون گفتیم که در گلندل درگذشت، روز جمعه مراسم بزرگی بود براش و ادای احترام به مانوک خدابخشیان یکی از چهرهای تکرار نشدنی رسانه های فارسی زبان، شخصیتی که برای مخاطبش ارزش قائل بود.
پایان بخش این برنامه گفتگویست با خانم پری نقی‌پور از ستاره های تمام نشدنی، از ستاره های فراموش نشدنی تیم ملی بسکتبال ایران که با مانوک خدابخشیان هم خیلی نزدیک بود. درباره مانوک اینطور میگه: واقعا از این خبر متاسفم. وقتی شما توی فیسبوک گفتین نه این خبر درست نیست، خیلی خوشحال شدم، گفتم مانوک برگشت، دوست قدیمی ما برگشت. همچین چیزی وجود نداره، امکان نداره. برای این که روزایی که من میشستم و به هر پاش گوش میکردم تو تلویزیون لذت میبردم و میدیدم که چقدر این دوست عزیزم مطالعه داره و مطالعش عمیقه، مثل اونای دیگه نیست، و ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. خاطرات گذشته ما که همینطور که میدونیم یک گروهی بودیم که همیشه با هم بودیم و با هم این طرف اون طرف میرفتیم، لذت میبردیم، خوش میگذشت. در سفرهایی که میرفتیم، سفر اصفهان، سفر زیاد خاطرم نیست ولی بود، مانو همیشه بود با گروهی که ما میرفتیم بیرون. واقعا وقتی شنیدم روز بعد، که دو روز بعد که شنیدم مانوک رفت، اصلا قلبم همونجا قلبم ایستاد. واقعا دوست خوبی بود، دوران طلایی به خود شما و خود من، دوران طلایی بود. و برنامه ما در همینجا پایان میرسه. با شما هستیم همیشه، با علی و رضا و دیگر همکارانم در تلویزیون ایران فردا. با شما بدرود و درود.